با سلام مجدد باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم، در عزا و اندوه و گلیم غم کسی نشستیم که نه چشمانمون بلکه دل و قلبمون در فراقش گریه میکنه. جناب استاد اسدالله ساطعی، تشکر که تشریف آوردین و چرا به خاطر شهادت استاد اینقدر غم و اندوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصاب ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. ها هي سوالتان چه قسم جوابتم؟ افراد زیاد میرم، یک مثل ما شما در عوام خود داریم، میگه صد سر یک سر جمع کردن نمیتونه و یک سر صد سر جمع میکنه. وقتی قیادت های یک ملت، کسایی که اونا به خون دل پرورده شدن، یک سرمایه عظیم علمی و یک کسی که یک چهره روشن و برجسته در یک ملت داشته باشه، خامه ها سخت می باشه و تحملش گران می باشه که به شکل غیر مترقبه آدم خبر شود از او. و امروز واقعا از سختترین روزهای زندگی ماست که من سپری می کنم. جناب ساطعی، با آخرین باری که شما با استاد شهید ملاقات داشتین چه وقت بود؟ آخرین باری که با او ملاقات داشتم روز گذشته بود، یعنی روز امروز سه شنبه است که شهید شد. روز دوشنبه ما با نویدی صاحب و عاطف صاحب بر سه ما با هم یک جا رفتیم به ولسواری سروبی. یکی از برادرای یعنی ارکان جمعیت اصلاح که والدش فوت کرده بود، با فاتحه والدی از او رفتیم و عاطف صاحب در اونجا با مردم صحبت کرد، ملاقات کرد، بسیار نقش دعوتی خوب بازی کرد و آدمی بود که روزه داشت. ما اونجا غذا خوردیم، اما عاطف صاحب روزه به دهان رفت و پس دوباره آمد. آخرین ملاقات ما اونم ملاقات بود که تا 12 بجه دین روز با هم یک جا بودیم و در شهر که رسیدیم با هم خداحافظی کردیم. ما به طرف خانه رفتم و عاطف صاحبشون به طرف دفتر آمده. کوتاه اگر در مورد یکی از خاطراتتون از در مورد استاد بگوین چی است؟ از استاد شهید همه زندگیشان امرای ما خاطره بود. واقعا ما از روزی که خاطره ما ای است که اولین روزی که در این کاروان داخل شدیم، ما با هم یک جا داخل شدیم و دین روز که آخرین روز عمرش بود با هم ملاقات کردیم. آخرین ملاقات ما امی بود و خاطره ما امی است که همه عمر عاطف صاحب تلاش و کوشش و تپش بود. در وجودش کسالت دیده نمی شد. یک انسان با وقار، یک انسان با تمکین، یک انسان با تقوا، یک انسانی که دارای صفات قیادت بود. واقعا وقتی که در یک مجلس صحبت میکرد، همه مجلس به او گوش میکردن، بسیار به خوشی و به آرامی صحبتش میشنویدن. صحبتش مؤثر بود، یعنی کردارش در تاریخ جمعیت اصلاح واقعا سازنده بود و رول و نقشش تا ابد از تاریخ جمعیت اصلاح یا این نهضت پاک نمیشه. من نمیتونم زیاد صحبت کنم، کاملا امروز گیج هستم به خاطر این واقعه. اگر نه، خاطرات بسیار زیاد از این استاد بزرگ خود داریم. خداوند شهادت برش مبارک بکنه و پروردگار عالم خون به ناحق ریخته او را سبب نجات این ملت بسازه. فقط ما گفتنی که در آخر میخواییم بگویم اوی است که تا شهید ما میان خاک و خون خفت، میان خاک و خون دانی که چون خفت، تنش در خاک و جانش در جنان رفت، جهان مرده شد بیدار چون خفت. امیدوار هستم که این ملت خواب برده، این ملت آرام، این اکثریت ساکت که این مظالم دیده سر میبینن، هر روز میبینن که انسانهای فرزانه و انسانهای چیز فهمی این ملت به خاک و خون میغلطن، کشته میشن و در برابر ازی همطور خاموش نشستن. ما کلمه که دارم ای است که ای ملت مسلمان، تا وقتی که شما نخیزین و قیام نکنین و صدایتان بلند نکنین، فریاد نکشین، شما بفهمین که هیچ کس به درد شما نمیخوره، هیچ کس صلح در افغانستان آورده نمیتونه بجز شما. پس ما در اخیر پیام ما ایست که با الهام گرفتن از خون امی شهید و دیگه شهدایی که به خاک و خون به ناحق میفتن و شهید میشن، باید ملت ما بیدار شود
و سر و صدای را بکشه که کل جهان بفهمه که این ملت یک ملت خواب برده نیست و همو دشمنان بیاین با تجمع خود، با قیام خود، با تظاهرات خود و با صدا کشیدن خود با او دست های سیاه و او دشمنان سیاهکار که به این ترتیب بزرگان ما را به خاک و خون میکشن، برشان بفهمانیم و بفهمانیم که این ملت خواب برده نیست و این ملت در خواب نیست. سلامت باشین جناب استاد ساطع، تشکر که تشریف آوردین. سلامت باشین، زنده باشین، از شما هم تشکر.